کرده بودی در جان امکان گفت که توانستی گل معنا شکفت عرض ادب و احترام در خدمت شما همینان عزیزم آقای سپر خستوی عزیز برنامه رو ادایت می کنند. این برنامه در شهر استودیوها در کالیفرنیا جنوب کالیفرنیا یه میشه چیزی به رأیگیری برای انتخابات ایالات متحده آمریکا نمونده هر دو گنگره هر دو حزب حزب دموکرات و جمهوری خواهم به پایان رسید نظر هایی که صورت میگیره نتایج زد و نقیز دارند یک نظرسنجی سنجی داشت نشون میداد که آقای ترامپ موفق شده که خانم هیلری کلینتون رو پشت سر بگذاره نظرسنجی CBS سی بی اس بود تقریبا به همین با همین نتیجه رویتر نتیجه معکوس و نشون میده که خانم کلینتون چیزی حدود 6 درصد جلو بوده و ناهز ها کماکان از سوی بنگاه های مختلف ادامه پیدا کرده ولی واقعا هیچ کس نمیدونه که چه خواهد شد هیچ کس نمی کارزار انتخاباتی این دوره 5 میلیارد دلار برای پشتیبانانش تمام شده در تاریخ بی سابقه است 30 درصدش دست کم به جیب رسانه های تجاری رفته و یکی از پرهزینه ترین کارزارهای انتخاباتی در, در طول تاریخ بود همین هم اجازه که بیریم به سراغ یکی از شخصیت های متنفذ در حزب جمهوری خواه آمریکا آقای بیژن کیان عزیز درود بر شما آقای کیان با سلام به شما و بینندگان بسیار محترم رادیو یان فردا امیدوارم حالتون خوب باشه به مرحبتتون من چون انتظاراتم رو خیلی محدود نگه میدارم همیشه حالم خوبه آقای چیان عزیز ممکنه این دوره از انتخابات همه رو قافل گیر کنه؟ بله کما اینکه که ببینیم که موج من یک مقاله کوتاهی با همکاری یک از دوستانم منتشر کردیم همین چند روز پیش که عنوانش بود توجهی در عصر خشم و من فکر میکنم که عنوان نامناسبی نیست که ما این زمان رو اصر خشم اگر آقای ویل زنده بود یک کتاب دیگه میخواست بنویسه شاید عنوان کتابش هم این اصر خشم میشد و بیتوجهی اینه که فکر میکنم که این اصر خشم چنان احساسات مردم رو جریه دار کرده که تصمیماتشون رو هم بر همین اساس میگیرند و وقتی که تصمیمات بر اساس احساسات گرفته بشه احتمال اتفاقات غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی بالا میره اشاره وقتی میکنید به خشم در واقع مراد شما نارضایی در عامه مردم در ایالات متحده آمریکا نارضایی اون... اونها ناخرسندی اونها از طرز کار هیئت من فکر کنم که ناخورسندی خیلی شاید کلمه زیبایی باشه ولی من خشم رو به کار میبرم برای اینکه واقعا عصبانی هستن مردم دیگه مردم عصبانی هستن مردم نگران نیستن مردم دلواپس نیستن مردم عصبانی هستن. مردم خسته شدن از اینکه رهبران سیاسی بیان براشون قصه تعریف کنن و براشون داستان‌های طولانی بی ربط صحبت بکنن راجبش که نمیدونم من بچه بودم با یه کسی آشنا شدم بعد اینجوری شد اونجوری شد بعد آخر کار نمیفهمن که ارتباط این داستان بسیار طولانی با زندگی بسیار جدی اونها چه هستش ام. و اینه که خسته شدن خسته شدن از این داستان و تصمیم گرفتن که ریسک این کار رو بردارن به نظر من که مسیر رو عوض کنه اینا مردم نه فقط در آمریکا در خیلی جای دنیا مردم مردم واقعا بالاخره من فکر کنم تاثیر برود به عصر اطلاعات مفهوم واقعی خودش رو داره نشون میده که یه وقتی بود که میشد مردم رو افکارشون رو کنترل کرد میشد منتها انقدر الان ارتباط مردم با رسانه ها و با همدیگه بالا رفته که مشکله که بشه اطلاعات لازم رو که مردم برای گرفتن تصمیم دارن در یک قوطی گذاشت درش بس و گفت نه فقط همین تصویری که شما میتونید بهش نگاه بکنید یعنی میخوام بگم کار رسانه های جمعی کلاسیک یعنی همین تلویزیون و بقیه کمی مشکل شده برای اینکه مردم راه های مختلفی رو برای به دست آوردن اطلاعات دارن و تصمیماتشون رو بر اساس اطلاعات شاید بسیار گسترده تری میگیرن اینه که عصبانی هستن و راحت هم دیگه راضی نمیشن یعنی به اون سادگی نیست دارد. که مردم رو رهبران سیاسی بتونن که نمیدونم چجوری بگم دارد. شیر مالیدن سر رای دهنده، <تصفح> کار ساده نیست خب اشاره چون که به حزب خاصی نیست چون به نظر میسه نوک پیکان حمله بیشتر متوجه خود جمهوری خواهان بودن یه حزب خود شما ببینید من مطلبی رو گفتم در صحبت که در از سالهای دیگه شد گفتم ببینید من فکر میکنم یه وقت هست که ما فعال سیاسی هستیم و در کارزارهای انتخاباتی شرکت میکنیم که کارش متفاوته و اونجا تبلیغ باست کرد و صحبت در این زمینه ها ولی یه وقت هست که ما کلاه تحلیلگر رو بر سر میگذاریم و بستی مواظب باشیم که در موقع تحلیل یه وقت اشتباها تبلیغ نکنیم چون اگر تحلیل رو و تبلیغ رو با هم بخوایم با هم دیگه بیامیزیم اعتماد بیننده نسبت به تحلیلگر پایین میره برای که بیننده انتظار داره از تحلیلگر تحلیل بشنوه نه تبلیغ اینه که باستی خیلی مواظب باشیم ولی من فکر میکنم این که نوک پیکان حمله متوجه احزاب هر دو حزب اصلی هست بدون شک بدون شک این چیز غیر قابل تصوری نیست که بگوییم و من هم دفاعی از حزب خاصی بلده. ندارم بله من, من جمهوری خواه هستم و رأیم رو بر اساس اصولی که حزب جمهوری خواه بایستی رایت بکنه خواهم داد ولی خب برام کاندیدا هم مطرح هست به عنوان یک رای دهنده اینه که من در صحبتم میتونم به شما بگم که هر دو حزب هر دو حزب آماج این خستگی و خشم مردم هستن الان میزان محبوبیت دستگاه قانونگذاری در ایالات متحده آمریکا به چیزی مثلا نزدیک به ده درصد رسیده بله. یعنی اینقدر و... مردم ناخشنودند از وضعیت موجود ببیشه از دستگاه های از نهادهای موجود در مملکت ولی حالا سالینه آقای کیان عزیز ما در یک کف آقای ترامپ رو داریم این طرف خانم کلینتون رو داریم قبل از آقای برنی ساندرز رو داشتیم آقای برنی ساندرز یک گروه از ناراضیان رو در طیف چپ بسیج کرد صدای اونها رو میشه شنید حتی ما در کنگره حزب دموکرات هم صدای این گروه از ناراضیان رو شنید یعنی کسانی که دیگه میانه ای با قواعده کاپیتالیسم ندارن معتقدن که باید تحولات عمده رخ بده در یا بازبینی بشه در بسیاری از این قواعد نظام اقتصادی در ایالات متحده آمریکا آقای دونالد ترامپ هم طیف راست رو بسیج کرد خب حالا هر کدام از اینها اگه به کاخ سفید راه پیدا نکنن یک گروه ناراضی روی دست این مملکت میمونه اون وقت چه خواهد شد اگر اینها ناامید بشن از مبارزه قانونی برای راه پیدا کردن به پارلمان راه پیدا کردن به دستگاه های قانونی و گرفتن اهرام قدرت به دست همین اتفاق در جنگ دوم جهانی در دقیقه پیش در آلمان افتاد یا در کشورهای اروپایی وقتی گروه های چپ موفق نشدن که از طریق مبارزات پارلمانی به قدرت برسن رفتن زیر زمین و تبدیل شدن به کانونهای زیرزمینی مثل بادر ماینهوف و شروع کردن به عملیات تروریستی چون معتقد بودند نظام پارلمانی جواب نمیده فکر نمی کنید این خطر ممکنه متوجه آمریکا باشه در هر دو جنا چه اونهایی که آقای برنی بسیج کرد و امروز یک گروه ناراضی پر سر صدا هستن چه گروهی که آقای ترامپ در تیف راست بسیج کرد ببینید وقتی که با راجب امکان و احتمال صحبت میکنیم باید این دو بحث رو از هم جدا بکنیم آیا امکانش وجود داره؟ بله امکانش وجود داره که این خشم تبدیل به یک انقلاب بشه در آمریکا. بله امکانش هست ولی احتمالش به نظر من بسیار بعیده ما داریم قضاوت رو بر اساس اتفاقاتی میگذاریم در زمان بسیار خاص در شرایط خیلی خاص در اتفاق میفته و من اعتقاد دارم به سیستم قانونی آمریکا اطمینان کامل دارم به اجرای قانون اساسی آمریکا و نگران نیستم که فردا در آمریکا انقلاب بشه ولی همطور که شما گفتید این دوپارگی ببینید همیشه وقتی مشکل رو بررسی میکنیم من فکر میکنم لازم هست که دلایل وجودی و مشکل رو هم بشناسیم چون اگه نشناسیم راهی رو که خواهیم رفت به بیراه خواهد بود ببینید آقای اوباما وقتی که سر کار اومدن در ژانویه 2009 پیامشون پیام همبستگی بود ایشون آمدن و گفتن که من آمریکا رو دوباره متحد خواهم کرد از طریق امید و تغییر خب ببینیم که ایشان چه امیدی ایجاد کرده و چه تغییری اون اتفاقی که شما راجع بهش صحبت میکنید یعنی اون احتمالی رو که ما داریم الان بررسی میکنیم که آیا ممکنه که مردم انقدر خسته بشن که یک انقلابی رو ایجاد بکنند، من فکر میکنم آقای میبودی بی و بینندگان بسیار محترم این اتفاق افتاده این اتفاق قبلا الان در زمانی زندگی میکنیم که شاهد وقوع این اتفاق هستیم مردم خسته شدن مردم میگن آقا شما گفتیم ما میام شما رو متحد میکنیم شما این مملکت رو دو, دو پاره تر از همیشه هرگز آمریکا چنین دو پاره نبوده, نبوده. که در دو قط مردم در مقابل هم قرار بگیرن و واقعا اینجا ایالات متحده ای آمریکا بوده آقای اوباما این ایالات متحده رو تبدیل به ایالات نامتحده ای آمریکا دارن میکنن و به نظر من این یه چیز خیلی خیلی واضح و روشنیه ایشان با مدیریتشون با اکسلابرشون نسبت به مسائل این خشم رو گسترش دادن این, این بی تفاوتی دیگه نیست یه وقتی بود که بی تفاوتی گرفتاری بود الان مردم بی تفاوت نیستن الان جپه گرفتن بذارید برای که ثابت بشه که اینجا جای تبلیغ برای کاندیداها نیست نگاهی بکنیم به درصد عدم مقبولیت چون تفاوت هست بین محبوبیت و مقبولیت یک استاد این تفاوت رو بر من توضیح دادن حالا جای صحبتش اینجا نیست ولی وقتی نگاه میکنیم به ارقام آقای خانم کلینتون و آقای ترامپ نامقبول ترین کاندیداها در طول تاریخ جدید آمریکا هستند یعنی وقتی نگاه میکنیم تفاوت نامقبول عدم مقبولیت سیاسی اونها یک تفاوت تفاوت هندسی است یعنی اصلا یک تفاوت بسیار بسیار فاحشی است هیچ کدوم از کاندیداهای ریاست جمهوری در این سطح نبودند یعنی خیلی ها که در حقیقت بسیار مثبت بوده در چنین زمانی مثلا شما نگاه بکنید آقای دوکاکیس که در سال 1988 کاندیدا بودن آقای دوکاکیس در حقیقت مقبولیت سیاسیشون از خانم کلینتون خیلی خیلی بالاتر بوده در این زمانشون مقبولیت سیاسیش بالای بالای ده درصد خالص یعنی اضافه مقبولیت مثبت به وجهه منفی ایشون اینطور بوده در کلینتون الان زیر 20 درصد هستن یعنی وجهه منفی ایشون پایین از اون سطح تقریبا تقریبی است اشارتون به نزدستنجی گالوبه؟ مطمئن نیستم که این آمار رو که الان جوی صحبت میکنم توسط کدوم یکی از باردو. اینها ولی فکر کنم که نه من فکر نه. دارم که این آمار از سایت 538 آمده باشه که آقای نیت سیلور این ام. سایت رو اداره میکنه و شهرت داره که پیشبینیهاش و محاسباتش محاسبات معتبریه البته گالوپ به همین, همین نتایج رسیده بود که شما اشاره کردید در این یعنی الان نگاه منفی افکار عمومی در آمریکا نسبت به هر دو کاندیدا اصلا قابل مثلا میزان عدم محبوبیت خانم کلینتون یا میزان محبوبیت خانم کلینتون از آقای اوباما کمتره از بیل کلینتون کمتره از برنی کم جالبه کمتره و همینطور از یکی دیگه از ببینید ببینید میبودی میگم مشکله مشکله ما میخوایم که وارد تبلیغ نشیم ولی خب نمیتونیم که راجبه مسائل صحبت نکنیم ببینید آقای ترامپ بعضی وقتا راجع مسائلی بگونه ای صحبت میکنن که خب قابل تعمل انتقادی که از آقای ترامپ میشه در دوسه دو سه روز گذشته اینه که شما چرا با این صحبتی که گفتید که اگه روسیه داره گوش میکنه بستی برید و بگردید این, این ایمیل های خانم کلینتون رو پیدا بکنید ازش ایراد میگیرن که شما چرا به یک قدرت خارجی این صحبتی میکنید و این خارج از عرف قابل قبول هست و حملات خیلی سختی بهشون شده ولی مردم از اون طرف هم توجه دارن میگم خیلی مشکل دیگه مشکل تقنیم رو کرد ولی خب خود آقای ترامپ یکی از به نظرم گناهکاران اصلی است در در هم ایجاد نارضایی هم دادن اطلاعات غلط به افکار عمومی و ناراضی <applause> تراشی بعد این حملاتی که مثلا به مکسیکی ها کردی به نظرم خب این باعث شد که دوباره راسیست داری من مملکت روش پیدا بکنه الان کاملا اه، اه، کاملا قضیه محسوسه خب به آه نظرم ترامپ نمیشه گفت که همه هر درست و خوب و صد درصد گرفتاری در اینکه ایشان مطالب رو چگونه عنوان میکنن هست ولی من فکر میکنم تفاوت هست ببینید شما برگردید به تاریخ دوازدهم ماه مارچ سال 2012 آقای اوباما ریاست جمهوری آمریکا که با آقای مدودیف که در اون زمان در حال ترک پستشون به عنوان رئیس جمهور روسیه, روسیه بودن. بودند نشستن و صحبت میکنن راجب مسائل اتمی و سیستم های دفاعی موشکی و آقای اوباما از آقای مدودیف میخواد که از آقای پوتین بخواد که یه کمی جاده سیاسی به ایشون بده یه فرصتی بده و توضیح میده که اگه با من کنار بیاین بعد از اینکه من انتخاب بشم من منعتفتر خواهم بود بعد هم دستشون رو روی دست آقای مدودیف میزنن به نشانه سپاس و میکروفون بله هم باز بود ها؟ بله میکروفون باز بود هم باز بود نمیدونستن نمیدونستند که این اتفاق ببینید آقای میبودی و بیرندگار محترم من نمیشینم اینجا و دفاع بکنم از یک کاندیدا ولی موظف هستیم که وقتی تحلیل میکنیم ببینیم که تاثیر کدام یک از رفتارها به این خشم کمک کرده ببینید وقتی ما مقایسه میکنیم بایستی مقایسهمون مقیاس قابل قبول داشته باشه ما نمیتونیم ریاست جمهوری آمریکا رو و صحبت هایی که ریاست جمهوری آمریکا میکنن در کنار نماینده منتخب یک حزب قرار بدید نماینده منتخب یک حزب داره راجع حزبش صحبت میکنه حد اکثر نه از طرف آمریکا نه قدرتی داره نه که کاری انجام بده و به هیچ عنوان به هیچ عنوان، این،, این مقایسه 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 همسانی نیست. نیست و ما میخوایم ببینیم که مردم چرا انقدر عصبانی بله یک مقداری به خاطر حرفای آقای ترامپ عصبانیت ولی دلیل عمده عصبانیت عملکرد واقعی این هشت سال آقای اوباما بوده 94 میلیون آمریکایی در کار دنبال کار گشتن دیگه نیستن اینا یا با دادن به خودمون و خسته شدن دیگه دنبال کار نیستن و این رقم یکی از نگران کننده ترین ارقام هست ما مرتب میگیم که این ادمنستریشن در این هشت سال بسیار عالی عمل کرده چرا چون در سال 2008 ما یه افت بزرگ اقتصادی داشتیم خب هر کسی از اون افت بیاد بیرون میتونسته بهتر بکنه اوضاع رو ولی آیا اقتصاد آمریکا امروز اقتصادی هست که ما جشن بگیریم آیا ما واقعا میتونیم بگیم این ادمنستریشن واقعا و صادقانه یه ادمنستریشن موفقی بوده و چرا چه شده این این روحیه این این بازتاب عقایدشون رو مردم چه تأثیری گذاشته اینا رو نمیشه ندیده نه. گرفت ما همش بخوایم راجب به فقط کاندیده ها صحبت بکنیم بدون اینکه مردم چرا عصبانی هستن ببینید شما باورتون میشه آقای میبودی و بیرندگان محترم که آقای ترامپ با همه ای ایراداتی که به ایشان گرفته میشه امروز یا جلوتر از خانم کلینتون باشن در آرای عمومی یا در محل موازی و در همون جای باشن که خانم کلینتون هست در نهایت اصلا باورتون میشه که این اتفاق افتاده باشه نه. من فکر کنم این رو باستی بررسی کرد که چرا باید بررسی کرد ببینید مردم بازم عصبانین از اینکه چرا جوان ها اومدن با آقای سندرز ارتباط برقرار کردن حرفایشون دوست داشتن و آقای سندرز سر حرفشون نستدن آقای سندرز اعتبار سیاسیشون از دست دادن مردم از این عصبانی هن. شما با این جوانایی که طرفدار آقای سندرز بودن صحبت میکنید ناراحتن احساس میکنن که کسی که بهش اعتماد کردن اونها رو زمین گذاشتن در نظر سنجی ها مشخص شده که حدود 11 درصد از طرفداران ساندرز به نفع خانم کلینتون رأی هاشون میریزن اون ما بقی چی میشن اونا که پشت در میمونند و حاضر نیستن این کارو بکنن اونا چی میشن این... آقای این مابقی مابقی ناراضی هستن این مابقی به نظر من ناراضی با خطر خطر سازه برای کیف خو. چپ ممکن اون رو اصلا هل بده به سمت افراط چپ میدونید خب مملکت قانون هنوز هم هنوز هم مملکت قانونه من فکر میکنم بازم نگاهی داشته باشیم من احساسات بسیار بسیار روشنی نسبت به نیروی انتظامی در آمریکا دارم و میدونم که بعضی از کارهایی که اتفاق میفته قابل قبول نیست ولی شما ببینید در این هشت سال چطور برخورد شده با این نیروی انتظامی که جانش رو کف دستش میگذاره و میره که مردم رو حمایت بکنه البته اشتباه هم میکنه شاید نیروی اضافی استفاده میکنه شاید بعضی مواقع بسیار روشنه که نباید میکردن این کارها رو ولی ببینید چه عکس عملی نسبت به نیروی انتظامی در آمریکا ایجاد شده امروز که تقریباً, تقریباً من فکر میکنم که رفتار رهبران سیاسی تقریبا حکم اینی که مردم حق دارن با پلیس هر رفتاری که دلشون میخواد داشته باشن و وظیفه پلیس اینه که به هر حال مقاومت نکنه در هر خشونتی این غیر دیگه ببینید این چیزی که شما دوش... پلیس ناراضیه پرسنل شهربانی ناراضیه. بله ببینید امروز یه پلیس که امروز یه پلیس وقتی میره سر کارش نگرانه نگرانه که من اگه برم و کارم رو انجام بدم یعنی مردم رو حمایت بکنم مورد سوال قرار میگیرم بنابراین این این ناراضیه دیگه ببینید اون طرفش هم هست فقط نگاه نکنید که طرفداران آقای سندرز من تایید میکنم صحبت شما رو دارم تایید میکنم یعنی میگم که فقط اونها نیستن ناراضی گری به ناراضی بودن از اوزا بسیار گسترده هستش و باستی فکر کرد که چرا چرا چرا, چرا این اتفاق افتاده آیا این روی کرد نیست که یک پروفسور هاروارد وقتی میاد بره در خونه رو بشکنه که بره تو پلیس میاد میگه آقا شما چرا دارید در رو میشکنی که برید تو بعد از اون پلیس باستی پلیس باید بستی از مجرم معذرت بخواد که چرا این کار کرد آقای چرا متوقف کرده یک کسی رو آی کیان از آ... طرف ریاست جمهوری آمریکا به عنوان یک آدم کم فکر یا بی معرفی بشه اون پلیس درسته آقای کیان وقتی که پرزیدنت اوباما رئیس جمهور آمریکا شد خب به نظر می‌رسید که ها تصفیه حساب کردن با انتخاب یک رئیس جمهور سیاه پوست اما درست نتیجه برعکس شد یعنی در دوره پرزیدنت اوباما میزان گرایشات نژادی در آمریکا درگیری یا چالشی به نام راسیسم بیشتر شد الان تو جدول نارضایی هایی که نگاه میکنید یا مسائل عمده و مهم در آمریکا یک اقتصاد دو نارضایی از کل حاکمیت سه هلتکره همین بیمه های درمانی تروریسم راسیسم و مهاجرت عجیبه یعنی دوباره مسئله نجات پرستی در زمره چالش های بزرگ در این مملکت قرار گرفته و به نظر میرسه و اگر به همین ترتیب پیش بره و مخصوصا عوامل راست افراطی موفق بشن که در این کوره بدمند و باید خیلی نگران بود نه یه جنبه دیگه هم در من فکر کنم که نگاه شما در ارتباط با این مسئله بین تفاوت تبعیض نژادی مطلب درستی که راجبش صحبت کرد ولی من یک زادیه دیگری میبینم اینجا ببینید آقای اوباما وقتی به روی کار اومدن هر کسی که از ایشان خواست ایرادی بگیره در کارشون حالا کنگره بود در اوایل کار همه خوشحال بودن که یک سیاه پوست در آمریکا در مملکتی که تاریخ چنان پر افتخاری در ارتباط با رفتار با سیاه پوستان نداره همه این رو جشن گرفتن که یک سیاه پوست رو آمریکا انتخاب کرده به عنوان رهبر سیاسی خودش خب آمریکا یک مشخصه دیگه هم داره اینی که آمریکایی ها همیشه همیشه این آزادی رو در خودشون دیدن که از رهبرانشون ایراد بگیرن انتقاد بکنن در هر سطحی و به محض اینکه آمریکایی از آقای اوباما ایراد گرفت، آقای اوباما رفتارشون این بود حالا نه اینکه شخصا این حرف رو بزنن ولی بقیه رو تشویق کردن که بگوید که بله شما با رنگ پوست من مشکل دارید نه با عقاید من و نه با خط مشی سیاسی من یا خط مشی اقتصادی من بنابراین این صدای اعتراض خفه شد در گلو چون هیچ کس جرأت نداشت که, که آقا این کار شما اشتباهه شما دارین دیکتاتوری عمل میکنید شما میگید که نه کنگره مهم کنگره نیروی اول قدرت در آمریکا هستش وایت هاوس کاخ سپید نیروی اول قدرت نیست کنگره قانون گذاره کنگره قانون گذاره و کاخ سپید مجری قانون هست بنابراین وقتی کسی در اجرای قانون دوچاره یعنی مقابله با انتقاد باهاش روبرو میشه جوابش این نیست که نه شما مشکلتون با رنگ پوست منه من فکر کنم آقای اوباما نقش بسیار بسیار مهمی در ایجاد این شکاف در ایجاد این دوپارگی داشتن در ایجاد این دوپارگی داشتن شما فکر کنید بینندگان محترم حتما توجه دارن که تاثیر این چه است یک رهبری بگوید که نه من این رنگ پوستم هست که شما دوست نداریم که اینطور نیست ببینید شما وقتی میگید که اسم یک مسئله ای رو در بهداشت عمومی میذارید اوباما کر این خب این مال شماست دیگه حالا کسی ازش ایراد گرفت این چه ربطی به رنگ پوست شما داره ببینید اینا به نظر من مسائلی است که باستی راجبش صحبت بشه ما نمیتونیم ازش بگذریم و بگیم نه صحبت نکنیم برای اینکه خوب نیست نباید صحبت کرد حالا شاید همین صحبت منم اینجا کسی ایراد بگیره ازش که من هم راستگرای افراطی و یا کسی که معتقد به تبعیض نژادی هست فکر نمی کنم فکر نمی کنم منطقی باشه ولی بعید نمیدونم کسی ممکن این حرفم بزنه ولی این در ایجاد شکاف به نظر من باید بهش توجه بشه جناب میبودی و بینندگان بسیار محترم ولی در فرد سوی تفاهمی همینجا عرض کنم خدمت همه یعنان عرض که آقای بیژن کیان سالها با خود پریزیدن نوما کار کردن با حکم پریزیدن اوما بانک دولت رو اداره کردن یا در عضو گردانندگان این تشکیلات بودن درسته؟ بله دقیقا همینطوره و در ضمن اضافه بکنم که دوران خدمت من دوران خدمت من در کاخ سپید و بانک صادرات واردات آمریکا در دوران ریاست جمهوری آقای اوباما بیشتر از دورانی بود که من به آقای بوش 43 و بومین ریاست جمهوری آمریکا خدمت کردم بنابراین فکر میکنم که شما به مطلب درستی اشاره میکنید و چقدر طول کشید دوره همکاری با اوباما چقدر طول کشید؟ من از ژانویه سال دو نه ببینید من کارم را سپتامبر سال 2006 شروع کردم و در ماه ژوئن 2011 کارم رو تموم کردم دوران خدمت من بین سپتامبر 2006 و ژانویه 2009 در خدمت آقای بوش و از ژانویه 2009 تا ماه ژوئن، 2011 که دقیقا طولانی تر از دوره باشه. دقیقا درست دقیق... و من برام باعث افتخار بود که یک ریاست جمهوری از حزب مخالف من از من خواسته که من مستقیما زیر نظر ایشون به عنوان یک عضو شورای تجارتی کاخ سفید و عضو مدیره در بانک صادرات و واردات آمریکا خدمت بکنم و بر من که از افتخارات همه که تحت رهبری آقای اوباما هم کار کردم بنابراین هیچ مسئله شخصی من بله اینو گفتیم که آقای بیژانی کیان سمیان از شما سپاس گذارم گفتگو به آقای بیژانی کیان رو در این زمینه تا برگزاری انتخابات و بعد از اون پی میگیریم تشکر میکنم از شما روزتون بخیر